بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام على حبیب رسول الله و على آله و صحبه و من پیامبر خدا این خورشید تابان رعوفیت و رحیمیت این کهکشان پرنور محبت و عاطفه و رحمت احیانا پیامبر خدا عصبانی می عصبانی میشد از کی؟ از چی؟ عصبانی میشد از انسانهایی که باعث بشند مؤمنانی که باعث میشن افرادی دیگه از دین زده بشن حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره ممتحنه دعا میکردند که ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا بار الها ما را فتنه و آزمایش برای کافران قرار نده نکنه که ما باعث بشیم که کافری از دین زده بشه نکنه که ما باعث بشیم مؤمنی از دین زده بشه با تصرفات ما با برخورد ما با حرکتهای های ما افراد دین رو اسلام رو زیر سوال ببرن و از اسلام زده بشن این موریدی هست که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بسیار سخت بود و عصبانی می شدند. مثلا جوون مردی بود به نام معاذ معاذ میومد و در مسجد نبوی نماز میخوند نماز اشار رو پیش پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و خودشون می رسون به مسجد خودش و در اونجا برای قوم خودش امامت میداد و خب پر از ایمان بود و میخواست که قرآن زیاد بخونه و در نماز اون هم معراج ملکوتی بنده با خداش اما یادش رفت که پشت سرش پیرمردایی هستند مریضایی هستن، هستند خانمایی هستند کودکانی هستند افرادی هستند که تمام روز رو در کار و زندگی بودند الان خستن میخواند نمازشون رو بخونن برند استراحت کنند خب بعضی که از این مردم خب می اومد و میدید که معاذ داره نماز طولانی میخونه خودش تنهایی نمازشو میخونه میرفت میگرفت میخوابی بعضی ها گفتن که یا فلانی منافق شده نماز جماعت رو ول میکنه خودش نماز تنهایی میخونه رفتن خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسوندن و ایشون هم شکایت کرد که یا رسول الله من آدم کشاورزی هستم همه روزم کار و زحمت میکشم و بعدش هم میام میخوام استراحت کنم معاز میاد سوره های طولانی میخونه پیامبر خدا عصبانی شدن و معاذ رو صدا کردن و گفتن که افتن اون انت تو مردم رو از دین زده میکنی مردم رو تو فتنه آشوب قرار میدی که از دین زده بشن در همچنین مورد دیگه هم مثالی داریم که یکی از صحابه نماز فجر رو طولانی میخوند یه بنده خدایی باز هم اومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شکایت کرد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم باز هم عصبانی شدن و گفتن چی شده شما رو مگه نمیدونید توی پشت سرتون وقتی نماز میخونید پیرمردایی هستن آدمای مریضی هستن کوچیک و بزرگ هستن باید مراعات حال اونا رو بکنید وقتی امامت میدید نماز کوتاه بخونید وقتی خودتون نماز میکنید هر چه دلتون میخواد نماز بخونید کسی رو خب بس نباید تصرفات ما باعث بشه که مردم از دین زده بشن اگر ما تصرفاتی از ما صورت گرفت به سبب اخلاق ما، به سبب برخورد ما، به سبب سخت گیری های بیهوده ما مردم از دین زده شدن اینجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما عصبانی میشه و خشم میگیره